با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز پنجشنبه. پنجشنبه خوب و پنجشنبه ای که برای ما همیشه مملو از خاطرات شیرین است. پنجشنبه 30 نوامبر آخر ماه هست و این تقارن است، در حقیقت تقارن خوبه، برابر است با 9 آذر 1396. بعد از مدت ها غیبت در حقیقت و قصور خدمت، اینطوری بگم بهتره، برای اینکه تقصیر ما بود نتونستیم اونجوری که باید و شاید در خدمت شما نازنینم باشیم. در این مدت سفر من همه محاسبات رو کرده بودم، الا اینکه خب تو در حین حرکت چجوری میخوای این کار رو انجام بدی، این بخشش رو محاسبه نکرده بودیم. بعدم در پاریس و راستی اینترنت مشکل بود، در لندن که مشکل فراوانتر بود. برای من جالب بود که در لندن حتی تلفن همراه شما هم قادر نبود اینترنت رو به حد کفایت دریافت کنه. چه دلیلی داشت؟ حتما امنیتی بوده. اما خوشحالم بعد از چند هفته میتونیم یه بار دیگه بریم خدمت آقای دکتر مصطفی دانش نازنین. از بدید در همین مقدمه یه سلام بکنیم به آقای دانش، عرض ادب و احترام داشته باشیم، خوش آمد بگیم و تشکر کنیم. آقا درود بر شما. سلام آقای بهبهانی و سلام گرم من به بینندگان ارجمند برنامه تلویزیون میهن. قربانت برم. البته دوستان، من قبل از اینکه بریم سراغ آقای دانش یه بار دیگه عرض بکنم از این بابت که روی صفحه هم ملاحظه میکنید، امروز با خبر شدیم که آقای طاهر احمدزاده، یه شخصیت ملی، یه شخصیتی که همه عمرش در راه آزادی ایران، اصلا کلمه اصلا آزادی معتقد بود و جانش رو بر سر این راه گذاشت و همه عمرش از در آزادگیش همین بس، علارغم اینکه خودش اعتقادات دینی داشت و در مکتب شیخ معتقی شریعتی، پدر این علی شریعتی گذرونده بود و از در حقیقت پیروان مکتب نور دانش بود، مجله نور دانش، مجله‌ای که دکتر شاپور نازنین در اون سالها درست کرد و در مصاحبه‌ای هم که با آقای مجید تفرشی داشتیم به اون مجله اشاره شد. ولی در آزادگی آدم همین بس که فرزندانش مارکسیست بودن و هیچ وقت به اونا اعتراض نکرد و بر عقیده خودش اصرار نکرد، بلکه حمایت کرد اندیشه اونها رو. و دو فرزندش در دوره شاه به جمله مارکسیست بودن، جانشون از دست دادن و فرزند دیگرش هم خمینی ملعون جنایتکار این اهریمن اعدام کرد. اجازه بده که با عرض تسلیت به همه آزادی خواهان بریم و سوال خودمون رو از آقای دانش بپرسیم. این روزا الانم این مطلب رو تو دعوت میکنم عزیزان که این بخش مقالات رو جدی بگیرید، دنبال کنید، سایت میان تیوی رو به دوستانتون معرفی بکنید، بعدم این یادداشت‌های روزانه رو هم نگاهی بیاندازید. این نامه احمدی نژاد رو در اونجا قرار دادن و این آدم بسیار آدم زیرک و باهوشیه و خودشو داره تبدیل میکنه به یه آدم فاسد، خودشو داره تبدیل میکنه به یه قهرمان ملی. بریم پیش آقای دانش بپرسیم که آقای دانش، ببینیم که آقای دکتر دانش این صحنه رو چجوری میبینه، چه اتفاقی داره میفته. این زلزله‌ای که اتفاق افتاد ظاهرا زلزله‌ای مهم بود و ارکان این نظام رو زیر رو کرده. چی آقای دانش، این جریان رو چجوری شما میبینی؟ صحنه رو اگه بخوای تعریف بکنی چگونه معرفی میکنی؟ بفرمایید سراپا گوشی. آقای بهوانی، من معتقدم که بحران جامعه ایران رو به طوری فرا گرفته که امروز کسانی که در واقع در این فساد همگانی و بحران نقش اساسی رو داشتن، مانند احمدی نژاد، دارن کشتی که داره غرق میشه کشتی رو ترک میکنن. همیشه ما این مثال رو میگن، به ویژه آلمانی ها میگن، کشتی زمانی که میخواد غرق بشه اولین
سرنشینان کشتی موشها هستند که از همه زیرکترن و اونا کشتی رو ترک میکنن. و باید امروز به این مطلب اشاره بکنیم که فکر میکنم باهوشترین این موشهای داخل این کشتی طوفان زده و شکسته احمد نژاده که داره پیاده میشه از کشتی و میخواد خودشو قهرمان نیروهای آینده ایران یا شورشیان ایران و گرسنگان ایران معرفی بکنیم. من به خاطری که بخوام در واقع اینجا تاکید بکنم که چه بحران ایران رو فرا گرفته، اجازه بدیم یک مطلبی رو از آقای حمید کلانتری معاون وزیر کار اینجا براتون بگم. معاون وزیر کار آقای کلانتری چند روز پیش رفته زاهدان، شهر زاهدان. خب ما میدونیم زاهدان در حدود 700 هزار نفر جمعیت داره و 300 هزار نفر این مردم در حاشیه و زاغه ها زندگی میکنن، در حاشیه این شهر زندگی میکنن، یعنی در فقر مطلق زندگی میکنن. و آقای حمید کلانتری معاون وزیر کار چنین میگه، من نقل قول میکنم ازش که در واقع کاملا مفهوم رسیده بشه که چه مطلبی رو داره مطرح میکنه. میگه من در این سفر محلهایی رو دیدم نه کوچه مرتبی داشتند، نه آسفالتی در کوچه ها بود، کوچه ها پر از خاک و زباله و فاضلاب جاری، نه مغازه‌ای، نه درختی، نه بهداشتی، نه مدرسه‌ای، فقط فقر بود و فلاکت. اعتیاد رایج و معتادین در روز روشن مشغول. ببینید این مطلبیه که یکی از سیاستمداران ایران آقای حمید کلانتری وزیر کار میگه، یعنی نشون میده که ما امروز با بحرانی در جامعه ایران روبرو هستیم که بیش از 22 میلیون جمعیت ایران در فقر مطلق در حاشیه شهرها زندگی میکنن و اینها دیگه هیچ وحشتی از رژیم جمهوری اسلامی ندارن. همکنون شما اگه دقت بکنید به تظاهرات داخل ایران میبینید که نطفه های شورشیان گرسنگان داره روز به روز گسترش پیدا میکنه، یعنی بدون ترس و وحشت از رژیم به خیابون ها میان تظاهرات میکنن و در این تظاهرات شعارهای خودشونو میدن، گرچه در بعضی از این تظاهرات الگوی سابق رو پیش گرفتن، یعنی در واقع دارن چنین مطرح میکنن که از قرآن نقل قول میکنن و قرآن رو بزرگ میکنن، ولی متوجه میشین که کسانی که به خیابون ها میان تحت شعار و تحت شعارهایی که از قرآن و احادیث اسلام مطرح میکنن، ولی شعارهایی است بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و نشون دهنده اون بحرانی است که در جامعه ایران وجود داره و نطفه های شورشیان گرسنگان داره روز به روز گسترش پیدا میکنه. از طرف دیگه باید به این مطرح اشاره بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست تسلط خودشو در این جامعه بر علیه نیروهایی که در واقع در حال حرکتن این تسلط خودشو یک بار دیگه به وجود بیاره و رژیم قادر نیست چنین کار بکنه و شرایط عینی یک انقلاب صلح‌آمیز در ایران وجود داره. من تاکید میکنم همیشه از انقلاب صلح‌آمیز صحبت میکنم برای که عده‌ای چنین وانمود میکنن موقعی که ما از واژه انقلاب صحبت میکنیم واژه انقلاب همون واژه انقلاب اسلامی است و نباید چنین کاری کرد، در حالی که من معتقدم تغییر بنیادی در هر جامعه به معنای انقلاب. آن کاری رو که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بین انقلاب صلح‌آمیز و خشونت در واقع تمایز قائل بشیم و تفکیک بکنیم. و من همیشه صحبت از انقلاب صلح‌آمیز میکنم برای که من معتقدم با انقلاب صلح‌آمیز میتونیم جامعه آینده ایران رو بسازیم. ما در این شرایط قرار داریم که در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست تسلط خودش رو و کنترل خودش رو در این جامعه تأمین بکنه و وجود بیاره. پس بنابراین شرایط عینی یک انقلاب صلح‌آمیز در ایران وجود داره، مردم به حرکت در آمدن، هر لحظه میتونن به خیابونها بریزن. آن چیزی که کم وجود داره، کمبودش احساس میشه، آقای بهبهانی متاسفانه باید دیدیم رهبریش که بتونه این توده عظیم و این پتانسیال عظیم انقلابی رو به یک جنبش بالفعل تبدیل بکنه. و متاسفانه باید بگیم کسانی که حتی صحبت از این میکنن که آقای ترامپ و ریاست جمهوری آمریکا و کشورهای غربی باید دخالت بکنن و مردم ایران رو نجات بدن و مردم ایران قادر نیستن خودشون رو نجات بدن، باید به این افراد گفت
که ما همکنون در واقع جنبش های شورشیان رو میبینیم. 22 میلیون حاشیه نشین وجود داره، 22 میلیون در فقر مطلق، و اینها حاضرن به حرکت در بیان. آن چیزی که مشاهده نمیشه رهبری است که این توده را بتونه رهبری بکنه، و این کمبود رهبری باعث شده که حتی عده زیادی از اپوزیسیون ایران فکر بکنن که با کمک خارجی بخوان در ایران اقدامی بکنن، که من معتقدم بزرگترین اشتباهی که میشه کرد و بزرگترین تناقضی که در این صحبت‌های بخشی از اپوزیسیون وجود داره اینه که دیگران و خارجی‌ها دخالت بکنن. یک بار دیگه وظیفه تمام اپوزیسیون ایران و آزادیخواهان اینه که به فکر رهبری باشن. حالا به چه ترتیب با هم وحدت میکنن؟ وظیفه من به عنوان روزنامه‌نگار نیست که بیام درباره مسائل حزبی صحبت بکنم و اینو مطرح بکنم که چه سازمانهایی به وجود باید بیاد و چه سازمانهایی باید رهبری رو به دست بگیرن. این وظیفه در واقع اپوزیسیونه که بتونه رهبری رو به وجود بیاد، و کمبود اون امروز احساس میشه. خب در این شرایط بحرانی که جامعه ایرانو گرفته و در واقع فساد همگانی است و شانسی برای نجات جامعه نیست، افرادی مانند احمدی نژاد سعی میکنن خودشونو قهرمان توده های آینده ایران نشون بدن و چنین وانمود بکنن که در رأس شورش های مردمی قرار خواهند گرفت. یک بار دیگه من تاکید میکنم شورش در ایران در شرایط کنونی دیگه ناگزیر پذیره، یعنی ناگزیر به نظر میاد، در واقع این شورش انجام خواهد شد و تمام ارگان های دولت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی از قوه قضاییه گرفته، رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی، سخنگوی قوه قضاییه آقای محسن اژه‌ای، آقای قاضی مرتضوی و مرتضوی ها، خامنه ای و مشتبه ها، پسرانش، رهبران سپاه پاسداران مانند محمد علی جعفری و قاسم سلیمانی، همه اینها به نظر من از یک نوع هستند و در واقع از همون جنس آقای احمدی نژادند. ولی در واقع این احمدی نژاد متوجه شده که در ایران چه داره میگذره و سعی میکنه خودشو قهرمان نجات ایران امروز معرفی بکنه و در رأس جنبش شورشیان گرسنه قرار بگیره. و یک بار دیگه باید بگم که احمدی نژاد و در کنار احمدی نژاد همه غارت کردند و این کشور را به فساد کشیدند و به قهقرا بردند، ولی امروز ما شاهد این هستیم که افرادی مانند آقای محسن اژه‌ای که خودش از اوباش و شخص زبونه چنین مطرح میکنه که احمدی نژاد لات از چشم افتاده است. من از این جمله استفاده میکنم، اون میگه احمدی نژاد لاتی است از چشم افتاده، در حالی که ما همه میدونیم که خود محسنی اژه‌ای اونم لاتی است که هنوز از چشم رهبری نیفتاده، ولی در واقع خودش بخشی از این اوباشی است که در ایران داره حکومت میکنه. و به این مطلب هم باید اشاره بکنم، زمانی که احمدی نژاد احساس میکنه که میخوان در واقع ترتیبشو بدن و میخوان اونو از راده خارج بکنن و شاید جلوی دادگاه قرار بدن، اون حاضر برای نجات جان خودش تمام نظام خودش رو فدا بکنه. ما اینو درباره آقای مرتضوی هم میبینیم و امروز مرتضوی رو به 2 سال زندان محکوم کردن، جنایتکاری که باعث کشتار عده زیادی در زندان کهریزک شده، امروز رو به 2 سال زندان محکوم میکنن و هیچ شواهدی هم وجود نداره که واقعا دستگیر بشه و زندانی بشه. اون همون شخصی است که آقای خامنه ای زمانی میگفت یک قاضی عملگرا در ایران وجود داره و اون مرتضویه. یعنی تا این حد آقای رهبر و آقای خامنه ای از این شخص حمایت میکرد. من یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم، بنابراین هم رهبر، مرتضوی ها، احمدی نژاد ها، محسن اژه‌ای ها، لاریجانی ها و دیگران در واقع در یک قایق قرار گرفتند که اگه بخوان فردی را از بین خودشون از بین ببرن، تمام این قایق در واقع غرق خواهد شد، قایق غرق میشه و همه با هم غرق خواهند شد. و امروز این بحران جامعه ایران گرفته، تمام جامعه، اقتصاد ایران، سیاست ایران، امنیت در اختیار اوباش قرار گرفته، فساد همگانی است و امکان اصلاحات در داخل چنین نظامی اصلا وجود نداره. جامعه در حال فروپاشی است
و اون شرایطی است که من همیشه صحبت از شرایط عینی یک انقلاب میکنم که باید سعی بشه در واقع شرایط ذهنی این انقلاب، یعنی رهبری به وجود بیاد تا بتونه یک انقلاب مردمی و صلح‌آمیز رو رهبری بکنه و نظام جمهوری اسلامی رو در واقع ساقط بکنه. ما در شرایط عینی این چنین امکانی وجود داریم، باید به دنبال شرایط ذهنی اون باشیم و اون شرایط ذهنی رو در جامعه ایران به وجود بیاریم. آقا بسیار ممنون و متشکرم، کاملا فرمایش شما همسوس با مواضع ما، ممنونم ازت. اما اجازه بده که پامونو بذاریم بیرون و ببینیم که در بیرون چه اتفاقی داره میفته و دلم میخواد که از ماجرای عربستان و حریری از شما بپرسم. امروز هم دوباره حریری گفته که نمیدونم، من نگرانم که حزب الله در امور منطقه دخالت میکنه، شاید لبنان رو به یه جنگ ناخواسته ببره. این ماجرا چیه؟ چی میدونی ازش؟ چی بود این استعفا، این بازپس گرفتن، نقش آقای مکرون تو این قضیه؟ بعدم اینکه زن و بچه‌ش هم بعدن پیروز در کاخ الیزه نشون دادن که پیش آقای مکرونن، در حالی که گفتن اینا گروهن. بعد راجع به شرکت ساختمانی حرف میزنن. اینا رو تا چه حد ازش اطلاع دارین؟ لطفا قدری توضیح بدین، ممنون میشم. بفرمایید. ببینین، درباره حریری میشه صحبت کرد. واقعیت اینه که طبق اطلاعات روزنامه ایندیپندنت انگلستان و رویترز، خبرگزاری رویترز، حریری از داخل نشست کابینه به عربستان خواسته میشه. یعنی حریری زمانی که در کابینه لبنان نشسته بوده، با وزرای خودش نشست مشترک داشته، تلفنی از عربستان میاد و خواهان اینن که اون سریع و بدون کسی که همراهش باشه به عربستان بره و با ملک سلمان مذاکره بکنه. و جالب اینه که تمام کسانی که در کابینه بودن چنین مطرح کردن که هیچ گونه نشانه‌ای و شاهدی شواهدی وجود نداشت که آقای حریری بخواد استعفا بده. یعنی شما فکر بکنین یک ساعت دو ساعت قبل از پروازتون در داخل کابینه هستین و صحبت از این نمی کنین که من میخوام استعفا بدم برای که جونم در خطر، حزب الله و جمهوری اسلامی جونمو در واقع قصد قتل منو دارن، اون چیزی که ایشون در عربستان مطرح کرد. ولی به مجردی که به عربستان میرسه آقای حریری، 24 ساعت منتظر این میمونه که با ملک سلمان صحبت بکنه. چنین امکانی بهش داده نمیشه، ولی در عوض استعفانامه او رو به دستش میدن و از اون میخوان این استعفانامه رو در تلویزیون العربیه عربستان سعودی مطرح بکنه که میدونیم اینو مطرح کرد. و خب میدونیم در حدود 2 هفته تمام در داخل عربستان بود و هیچ امکانی که با حریری تماس گرفته بشه و تا افراد کابینه خودش و حزب خودش، یعنی حزب آینده، جنبش آینده لبنان هم نمیتونست با اون تماس بگیره. یعنی باید به این مطلب اشاره بکنیم، چطور امکان داره که حزبی مانند جنبش آینده در لبنان در قدرت باشه و اعضای حزب که در کابینه شرکت دارن نتونن با نخست وزیر خودشون تماس پیدا بکنن، با اون صحبتی بکنن؟ در واقع آن چیزی که اتفاق افتاده در این مورد شکی نیست که حریری در حصر خانگی در عربستان قرار داشته و استعفانامه‌ای که به دستش داده شده، استعفانامه محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بوده. حریری 2 روز پیش به این مطلب اشاره میکنه در صحبتایی که 2 روز پیش میکنه و شرایطی رو برای ادامه نخست وزیری خودش مطرح میکنه. چنین مطرح میکنه که آنچه که در عربستان گذشته این چیزی است که من باید خودم بدونم و اینو مطرح نمیکنم. یعنی در واقع نمیخواد فاش بکنه که در عربستان چه گذشته. اینه 2 روز پیش میگه. آقای حریری بعد از اینکه آقای مکرون موفق میشه که اونو آزاد بکنه، از حش در عربستان آزاد بکنه، برای که جهان در واقع متوجه شده بود چه اتفاقی افتاده، تا جایی که حتی وزیر امور خارجه آلمان مطرح میکنه، آقای زیگمار گابریل مطرح میکنه آن کار و اون تحریکاتی رو که عربستان داره انجام میده خطری برای منطقه و جهانه. اینو وزیر امور خارجه آلمان میگه و در واقع
عربستان سعودی و محمد ابن سلمان فکر نمی‌کرد چنین عکس العمل عظیمی در جهان بر علیه عربستان به وجود بیاد. و کسی که سعی میکنه این مشکل رو حل بکنه آقای مکرون، خودش سفری که نباید به عربستان میکرد از امارات به عربستان میره، با محمد بن سلمان صحبت میکنه، چند یک هفته بعد از اون وزیر امور خارجه خودش رو دریان رو میفرسته به عربستان سعودی و دریان موفق میشه با حریری صحبت بکنه و محمد بن سلمان رو مجاب بکنه که حریری به فرانسه بره. و جالب اینه آقای بهبهانی، موقعی که آقای حریری از فرانسه به مصر میره و بعدم بر میگرده به لبنان، جشن استقلال لبنان انجام میشه در کاخ ریاست جمهوری و حریری در کاخ ریاست جمهوری با گرمی تمام دست محمد فتحعلی سفیر ایرانو میفشاره و با گرمی تمام دست وزرای حزب الله در کابینه خودشو میپذیره و از اونها استقبال میکنه در جشن استقلال کشور لبنان. خوب میشه گفت که خوب نخست وزیر باید این کارو بکنه، ولی نخست وزیری که چنین ادعا کرده که حزب الله میخواد اونو به قتل برسونه و جمهوری اسلامی میخواد اونو به قتل برسونه، در واقع علنا داره خوشوبش میکنه با سفیر جمهوری اسلامی آقای فتحعلی. و این علامت سوال بزرگی برای من شخصی که باید بگم که 45 ساله در تمام جنگ ها و مناطق بحرانی جهان بوده، علامتی است که آن چیزی را که الحریری مطرح کرده درباره این که میخوان اون رو به قتل برسونن واقعیت نداشته و در واقع آن چیزی که در عربستان بهش گفته شده اون ذهنیگری آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بوده. ولی امروز آقای حریری چند مطلب رو مطرح میکنه. آقای حریری میگه که باید طبق قرارداد طائف از سال 1989 که عربستان وسادت کرد در جنگ داخلی لبنان، باید حزب الله خلع سلاح بشه. و در سال 2006 هم ما میدونیم بعد از جنگ اسرائیل بر علیه لبنان، در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت، قطعنامه‌ای را صادر کرد که حزب الله باید خلع سلاح بشه و چنین اتفاقی نیفتاد. و حریری چند روز پیش دوباره اینو مطرح کرد که باید حزب الله خلع سلاح بشه، ولی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اینو نپذیرفت و به حریری پیغام داد که ما هرگز در این مورد با شما ملاقات و مذاکره نخواهیم کرد. و جالب اینه که در همین رابطه میشائیل اون رئیس جمهور لبنان دفاع میکنه از حزب الله و میگه که حزب الله لبنان و ارتش حزب الله بخشی از ارتش ملی لبنانه. اینو رئیس جمهور لبنان میگه و حریری میاد این صحبت خودشو پس میگیره، این شرط خودشو پس میگیره، دو شرط جدید مطرح میکنه. دو شرط جدید به این ترتیبه که حزب الله در امور خاورمیانه دخالت نکنه، در جنگ ها دخالت نکنه و تابع حکومت لبنان باشه، یعنی تابع نخست وزیر لبنان آقای حریری باشه. که جواب میشائیل اون اینه، جالبه، میشائیل اون رئیس جمهور لبنان به آقای حریری چنین جواب میده که تا به حال حزب الله در خارج از لبنان نقش اساسی در شکست داعش و نیروهای داعش داشته، بر علیه تروریسم جهانی داشته و زمانی که این نقشش خاتمه پیدا بکنه و داعش و تروریسم جهانی از بین بره، حزب الله برمیگرده به داخل لبنان و در امور کشورهای دیگه دخالت نخواهد کرد. یعنی این جمله آقای میشائیل اون بدین معناست هر جایی که در آینده صحبت از تروریست در منطقه باشه و صحبت از داعش و نیروهای دیگر تروریست باشه، حزب الله اجازه داره دخالت بکنه. اینو آقای میشائیل اون میگه و تا به حال عکس العملی از طرف الحریری و سعد الحریری انجام نشده. این یک مطلب است. مطلبی دومی که همونطور گفتم مطرح میکنه حریری اینه که باید حزب الله تابع دولت لبنان بشه، که این آقای حسن نصرالله هم گفته بعد ما تابع دولت لبنان هستیم و در خارج از در واقع منافع لبنان اقدامی نمی کنیم. ولی این مسائلی است که امروز مطرح است. من معتقدم که حزب الله نه تنها تضعیف نشده در این مدت 3-4 هفته گذشته و یک ضربه عظیمی به محمد ابن سلمان
زده شده. با آمدن حریری دوباره به مقام نخست وزیری ضربه بزرگی به محمد بن سلمان زده شده و ما موقعی که بیلانس خارجی محمد بن سلمان رو نگاه بکنیم، سیاست خارجیش رو نگاه بکنیم، میبینیم که در یمن با شکست کامل روبرو شده. امروز در داخل لبنان حزب الله قوی تر از سابقه. امروز در داخل لبنان متاسفانه باید بگیم که مواضع جمهوری اسلامی تقویت شده، تضعیف نشده، و مضاف بر اون امروز آقای حریری نخست وزیری رو دوباره پذیرفته و این ضربه عظیمی است به آقای محمد ابن سلمان. و اون چیزی که ما درباره عربستان میدونیم و شرکت آقای الحریری، باید به این مطلب اشاره بکنم که پدر آقای الحریری، رفیق حریری، یکی از تجار بزرگی بود که قبل از اینکه نخست وزیر لبنان بشه در تجارت در عربستان سعودی به میلیون ها ثروت رسید. شما همین پدیده را در پاکستان میبینید. نواز شریف قبل از اینکه دو بار سه بار نخست وزیر پاکستان بشه تاجری بود که در معامله و امکاناتی که عربستان در اختیارش گذاشته بود تبدیل به یک ثروتمند بزرگ پاکستان شده بود. و این افراد در واقع بعدها در داخل بدنه خاندان سلطنتی مجبور بودن اطاعت بکنن از سیاست های عربستان سعودی، همون سیاست هایی که نواز شریف در پاکستان اطاعت میکرد، آن چیزی که عربستان در جنگ سرد و دشمنی با دولت مرکزی در افغانستان مطرح میکرد، نواز شریف اونو پیاده میکرد. و بعدها در لبنان ما میدونیم که آقای رفیق حریری با ثروت عظیمی که در عربستان به دست آورده بود و خودش پاسپورت عربستان سعودی رو داشت، در واقع مجبور بود که از این سیاست ها حمایت بکنه. امروز هم آقای سعد حریری یک شخصی ساکن عربستان سعودی است، خانوادهش در عربستان سعودیه و شرکتی که پدرش در عربستان سعودی داره، این شرکت ورشکست شده و 9 میلیارد دلار به منابع مختلف عربستان سعودی و حتی دولت عربستان سعودی، خاندان سلطنتی، بدهکاره. خب طبیعتاً این شخص کسی است که ابزاری است از دست عربستان سعودی، در این مورد شکی نیست. ولی این مطالب به معنای دفاع از جمهوری اسلامی نیست. من قبلا درباره جمهوری اسلامی و شرایط داخلی جمهوری اسلامی که نظام جمهوری اسلامی در حال سقوطه صحبت کردم، ولی باید واقعیت ها رو مطرح کرد که در منطقه و به ویژه در لبنان داره چه میگذره. اینایی که میگی درسته، اما این داستان رضای زراب و دادگاهش در نیویورک و اینا هم خیلی جالبه. امروز دوباره اعلام کرده که اردوغان تو تمام این مسائل شرکت داشت، در حالی که ترکیه مدعی که این دادگاه دادگاه سیاسیه. چی میدونین از این دادگاه؟ قدری برامون توضیح بدین اگر مطلب ویژه‌ای هست، بفهمید تا بشنوید. ببینیم، ما قبل از اینکه به این دادگاه اشاره بکنیم باید به یک مطلب اشاره بکنیم. ما میدونیم در تحریم ها نقش بانک های ترکیه برای دور زدن تحریم های ایران نقش اساسی بوده و در واقع از اونجایی که ایران نفت رو تحویل میداد و هیچ بانکی حاضر نبود پول این نفت رو، یعنی دلارهایی که دریافت میکرد، به ایران انتقال بده، آقای زراب شخصی بود، ابزاری بود برای اینکه با بانک های کشور ترکیه معامله بکنه و بتونه در مقابل پول هایی که در اونجا وجود داره طلا بگیره و این طلا رو منتقل بکنه به جمهوری اسلامی، یعنی در واقع نفتی که فروش میده اینو به قیمت طلا به جمهوری اسلامی داده بشه. و بانک های ترکیه اینو مدتی بود به خاطر تحریم های آمریکا نمیپذیرفتن و آقای زراب کسی بود که با رشوه دادن به وزیر اقتصاد این کشور و حتی وزیر داخل این کشور، و خودش دیروز مطرح کرده که در یک مورد فقط 7 میلیون دلار رشوه داده در دادگاه نیویورک، اینو مطرح کرده. رشوه دادن باعث این بود که بانک های ترکیه اینو بپذیرن و در واقع پول نفتی که در تحریما دور زده شده بود، نفتی که فروش رفته بود، با طلا پرداخت میشه. یعنی در واقع طلا میخریدن و این طلا رو منتقل میکردن از طریق دبی به جمهوری اسلامی. آن این چیزی است که در واقع دادگاه نیویورک میخواد بهش پی ببره که نقش زراب با
رشوه دادن با سیاستمداران ترکیه چی بوده و چه نقشی را سیاستمداران درجه یک ترکیه داشتن، من جمله اردوغان داشته، و نقش وزرای اردوغان در این تحریم ها و دور زدن تحریم ها و خرید طلا چی بوده که امروز میبینیم که آقای زراب داره این شواهد و تمام اون چیزی رو که خودش درش بوده داره در دادگاه مطرح میکنه و اولین دادگاهش هم همین بود که مطرح کرد که او 7 میلیون دلار به وزیر داخلی آقای اردوغان داده که بتونن بانک یکی از بانکهای ترکیه را مجاب بکنن که طلا برای ایران بخره و طلا رو در واقع به ایران بدن به جای پول دلار یا دلار که به ایران باید داده می شده. این اتفاقی که امروز داره در دادگاه نیویورک میافته، باید منتظر بمونیم که در روزهای آینده چه چیزهای دیگری را آقای زراب مطرح میکنه، ولی اینکه نقش سیاستمداران ترکیه در این تحریم ها نقش اساسی بوده و اونها با گرفتن رشوه از آقای زراب چنین کاری میکردن، امروز داره فاش میشه و در دادگاه نیویورک داره فاش میشه. بسیار، ولی اینا پیچیده است و خیلی جالبه، یعنی اصلا یه وضعیت غریبی داره اتفاق میفته. این آقای ترامپ ظاهرا مثل این که حضورش اصلا همه جهان رو تغییر داده. در ارتباطش با پاکستان هم تجدید نظر کرده، ظاهرا گرایش به سمت هند داره و پاکستان رو در این مقطع تنها گذاشته و اینجا سفره نمیدونم پاکستان به عربستان است. اون اتفاق چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا آمریکا پاکستان رو رها کرد به سمت هند رفت؟ ببینید، آمریکا در زمان آقای اوباما آمد یک سیاست رسمی آمریکا رو مطرح کرد و اون این بود که ما از افغانستان خارج میشیم و دیگه طالبان دشمن آمریکا نیستند. این سیاست آقای اوباما بود، مطرح کرد که طالبان دشمن آمریکا نیستند و خواهان مذاکره با طالبان بود که در دولت ائتلافی افغانستان شرکت بکنند. موقعی که چنین سیاستی مطرح میشه، این نشوندنده یک واقعیته و اون واقعیت اینه که سیاست نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان با شکست روبرو بوده. یعنی موقعی آقای اوباما چنین مطرح میکنه که ما با طالبان باید مذاکره بکنیم و این نقش رو به رهبری افغانستان و پاکستان واگذار میکنه و چین و آمریکا در کنار این دو کشور برای مذاکره با طالبان تعیین میشن، به این نتیجه باید برسیم که مبارزه نظامی و جنگ در افغانستان، جنگ ناتو و آمریکا در افغانستان با شکست روبرو شده. ولی آن چیزی که اتفاق نیفتاد این بود که طالبان نپذیرفتند که وارد معامله با آمریکا و شرکت در دولت مرکزی در کابل باشد. این اتفاقی بود که در این اواخر افتاده و طبیعتاً ما میدونیم که حامی طالبان و این پدیده طالبان یک پدیده پاکستانی است و کسانی که اینو نمیدونن باید بدونن پدر طالبان حمید گل رئیس استخبارات سابق ISI پاکستان بوده و نصرالله بابور که من چندین بار باش مصاحبه داشتم در افغانستان، در واقع پدر طالبان بود و زمانی که طالبان در کابل قدرت رو به دست گرفته بودن، این نصرالله بابور بود که وارد کابل می شد و به نمایندگی از طالبان با اتحادیه شمال و رهبران شمال افغانستان مانند دوستم و احمد شاه مسعود وارد مذاکره می شد و از اونها می خواست که بپذیرن تسلط طالبان رو بپذیرن در کنار پاکستان. و این افرادی که من نام بردم، نقش رئیس سازمان امنیت عربستان سعودی ترکی الفیصل نقش اساسی بود. نقش ترکی الفیصل این بود در کنار طالبان که به نیروهای دیگر غیر طالب و غیر پشتون در افغانستان مانند نیروهای ازبک، هزاره ها در افغانستان و تاجیک ها در افغانستان به رهبری احمد شاه مسعود، ازبک ها به رهبری جنرال دوستم و در بین شیعیان به رهبری محمد محقق که چند روز پیش در ایران سر و صدای عظیمی را انداخته، محمد محقق، اینا در واقع مجاب بشن قبول بکنن پول ها و صدها و ده ها میلیون دلار عربستان با دست
ترکیه الفیصل خرج کرد که بتونه اینا رو مجاب بکنه و اینا بپذیرن که طالبان قدرت رو در تمام کشور گسترش بدن و اینها وزرای کابینه طالبان بشن. و این با این سیاست با شکست روبرو شده. سیاست آمریکا و ناتو، سیاست نظامی با شکست روبرو شده و سیاست صلح با طالبان هم با شکست روبرو شده. در این بحرانی که در افغانستان به وجود آمده و سیاست صلحی که آقای اوباما در پیش گرفت و نیروهای آمریکا را از کشور افغانستان خارج کرد و با شکستن این سیاست، امروز دوباره چنین مطرح است که اگه ما نیروهای جدیدی وارد افغانستان نکنیم، در واقع افغانستان در دست طالبان خواهد بود، در دست داعش خواهد بود، به مرکز دوباره به مرکز تروریسم جهانی تبدیل خواهد شد. ولی آن چیزی را که هیچ زمانی در واقع آمریکا توجه نکرد در زمانی که در کنار پاکستان بودند، اینه که این پدیده طالبان و پدیده در واقع حقانی ها و شبکه حقانی یک پدیده سازمان امنیت نظامی پاکستان بوده، ISI پاکستان بوده و تا به امروز این پدیده مورد حمایت دولت پاکستان، ارتش پاکستان و سازمان امنیت ISI پاکستانه. و امروز این اختلافاتی که در واقع آمریکا با پاکستان پیدا کرده به این خاطره که پاکستان دشمن هندوستان و میدونه که هندوستان داره در واقع افغانستانو به عنوان پلی برای نفوذ خودش به آسیای میانه استفاده میکنه. در کنار بندر چابهار که اولین محموده در واقع صادراتی هندوستان از طریق بندر چابهار به آسیای میانه داره میره، به افغانستان میره و به آسیای میانه میره و پاکستان داره دور زده میشه و دیگه هندوستان در واقع وابسته به راه‌های پاکستان نیست. این نشون دهنده این بحرانه. و در این بحران عظیمی که به وجود آمده، یعنی در واقع راه صلح بسته شده، راه نظامی و شکست نظامی وجود داره، امروز شخصی مانند آقای ترامپ دوباره فکر میکنه که میتونه از طریق نظامی مشکل رو حل بکنه. و امروز ما میدونیم در کاخ سفید در واقع این نیروها و ژنرال‌های آمریکا هستن که نقش اساسی رو بازی میکنن. آقای مکیش وزیر دفاع که نقش اساسی رو بازی میکنه، ژنرالی که در جنگ عراق نقش عظیمی رو داشت. فراموش نکنیم ماتیس رو به عنوان یک سگ هار مطرح میکردن. ماتیس کسی است که در زمانی که در غرب عراق نیروهای شورشی بر علیه آمریکا اقدام کردن و عده زیادی از نیروهای آمریکایی رو در فلوجه به قتل رسوندن، ماتیس فرمانده نظامی فلوجه بود و دستور آتش زدن این شهر بود و شهر رو تخریب کردن، فلوجه رو تخریب کردن. در کنار ماتیس آقای جان کری وجود داره، رئیس دفتر آقای ترامپ، که فرزند خودشو در افغانستان از دست داده، پسر خودشو در افغانستان از دست داده. مکماستر قرار داره که در واقع مکماستر خواهان راه حل نظامی در افغانستانه و کسان دیگری قرار دارن که اونها هم خواهان در واقع راه حل نظامی هن و در داخل شورای امنیت ملی در کاخ سفید نقش اساسی رو بازی می کنند. و این هم مسئله ایش که باید بهش اشاره بکنیم. و امروز یک بار دیگه چنین تصوری پیش آمده که در افغانستان میتونن با بردن نیروهای اضافی آمریکایی، همین دیروز اعلام شد که 1000 نفر جدید وارد افغانستان میشن نیروهای آمریکایی. آمریکا تا به حال 9000 نفر سرباز داشته در این سالهای گذشته، امروز قرار 3600 سرباز جدید وارد افغانستان بشن. و جالبه که باید این 3600 نفر 1900 نفر اونها را نیروها و کشورهای دیگر ناتو در اختیار بذارن و 1900 نفر را آمریکا در اختیار بذاره، ولی نیروهای ناتو و کشورهای دیگر ناتو حتی نپذیرفتن که 700 نفر به افغانستان بفرستن و آمریکا مجبوره که تعداد زیادی از این سربازان و سربازان آمریکایی باشن که به افغانستان برن. ما در یک چنین شرایطی قرار داریم که آقای ترامپ فکر میکنه به ژنرال هایی که در واقع در کاخ سفید تصمیم گیرنده اصلی هستن میتونن از
طریق نظامی و حملات نظامی دوباره در افغانستان بتونن باعث شکست طالبان بشن. ولی ما در افغانستان امروز در شرایطی قرار داریم که افغانستان بسیار بسیار متزلزله. همکنون طبق گفته آمار خود آمریکا و منابع آمریکایی بیش از 43% خاک افغانستان در تصرف طالبانه. ما در این شرایط قرار داریم. زمان آمریکا با 120,000 نفر 140,000 نفر سرباز نتونست با طالبان مبارزه بکنه و امروز آمریکا میخواد با 12,000 نفر سرباز در اونجا برای طالبان مبارزه بکنه. و متاسفانه باید یک بار دیگه بگیم پاکستان در کنار طالبانه، پاکستان دشمن هندوستانه، پاکستان رقیب هندوستانه و این طالبان هستن که میتونن در منطقه در واقع سیاست‌های هندوستان رو با شکست روبرو بکنن و طبیعتاً پاکستان در کنار طالبان ادامه خواهد داد. و به خاطر همین امروز کاخ سفید و آقای ترامپ متوجه هندوستان شده، میخواد هندوستان رو در مقابل پاکستان قرار بده که من معتقدم اون سیاست‌های اشتباه گذشته باعث تمام این بحران‌ها شده و این سیاست جدید میتونه خطرات جدیدی رو در منطقه به وجود بیاره. از یک طرف پاکستان به عنوان دشمن آمریکا معرفی میشه، به عنوان مرکز تروریسم معرفی میشه، از طرف دیگه جالبه راحل شریف جنرال 4 ستاره پاکستانی که رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان بوده امروز وظیفه پیدا میکنه که فرمانده کل نیروهای ارتش جدید ناتو در کشورهای اسلامی باشه. همین پریروز در ریاض، نشست ریاض و اینکه اتحادیه نظامی به اصطلاح ناتو عربی دوباره تشکیل جلسه داد، تایید کردند که آقای راحل شریف این جنرال 4 ستاره پاکستانی ارتش بود پاکستانی بتونه در واقع فرمانده کل نیروهای ارتش جدید ناتو برای ایران در منطقه باشه. این تضاد عظیمی که وجود داره و آقای راحل شریف کسی بوده که در کنار طالبان همیشه قرار داشته. اما جالبه که افغانستان در شرایطی که وجود داره، امروز هم در آذربایجان یک کنفرانسی وجود داره به عنوان قلب آسیا و در مورد افغانستان و اینکه مبارزه با تروریسم باید در اونجا شکل بگیره، باید کمک بشه به افغانستان. ولی دعواهای داخل افغانستان هم خودش یه موضوع جالبه و قابل توجهه و اینکه هنوز هم به آقای کرزای میتازند و میگن که این حاضر نیست از قدرت کنار بره. اون وضعیت رو چجوری تعریف میکنی شما؟ افغانستان به کدام سمت و سو داره میره؟ ممنون میشم بشنوم. افغانستان یک بار دیگه باید ما در هر صحبتی که میکنیم به این مطلب اشاره بکنیم. نظام اجتماعی افغانستان نظام قبیله است و نظام سیاسی افغانستان با تمام ادعاهایی که کشورهای ناتو و حتی آمریکا کرد هنوز نظام قبیله است. یعنی شما موقعی که در دولت افغانستان به دولت کنونی افغانستان توجه بکنید میبینید که در واقع تقسیم قدرت شده، توازن قدرت در داخل دولت به وجود آمده. از یک طرف پشتونی مانند اشرف غانی رئیس جمهور میشه، بلافاصله در مقابل اون آقای عبدالله عبدالله از دشمنان پشتون ها در جنگ افغانستان میشه شخصی به نام نخست وزیر یا رئیس اجرایی، به نام رئیس اجرایی ازش صحبت میکنن، در واقع نقش نخست وزیر رو بازی میکنه. و در کنار همین افراد دو چهره پشتون و تاجیک در افغانستان ما به یک باره میبینیم که معاون اول آقای اشرف غنی پشتون آقای دستومه، یعنی ازبکه. و از طرف دیگه میبینیم که معاون اول آقای عبدالله عبدالله محمد محققه، یعنی از نیروهای شیعه افغانستان، گروه های شیعه افغانستان و در واقع یک چنین تقسیم قدرت شده. پس بنابراین اون دولتی که ما امروز در افغانستان میبینیم دولت قبیله‌ای است در این جامعه و تمام ادعاها و اون تصاویری که برای ما ساختن در خارج از کشور چنین مطرح کردن که افغانستان یک دولت ملی داره و در این دولت ملی منافع ملی مردم مطرح است، این واقعیت نداره. در واقع تقسیم قدرت شده، همون تقسیم قدرتی که قبل از محمد ابن سلمان و دستگیری
در واقع چهره های معروف شاهزادگان عربستان سعودی در عربستان وجود داشت و محمد سلمان داره این نظام رو به هم میزنه و فکر میکنه میتونه در واقع اون چهره قواعدی رو که در عربستان وجود داره به سادگی اونو از بین ببره و در واقع قدرت رو به دست خودش بگیره. ما در افغانستان یک چنین شرایطی رو میبینیم و اشتباه بزرگی که غرب و ناتو در افغانستان کردن توجه به این شرایط و این نظام قبیله‌ای جامعه تا به حال نکردن و به خاطر همین اختلافات در داخل دولت کنونی بسیار شدیده. توجه بکنید همین پریروز آقای محمد محقق در سفری به تهران موقعی که سخنرانی میکنه از لشکر فاطمیون به عنوان شهدای اسلام تقدیر میکنه. لشکر فاطمیون اون لشکری است که جمهوری اسلامی از افغانهای داخل ایران ساخته و اینو به سوریه فرستاده و آقای محمد محقق معاون اول رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در واقع دولت افغانستان میاد چنین دفاعی و چنین صحبتی رو در تهران میکنه، باعث کدورت و در واقع ناراحتی دولت افغانستان میشه. افراد مانند خود عبدالله عبدالله در واقع اعتراض میکنن و آقای محمد محقق هم میاد وارد افغانستان میشه و چنین مطرح میکنه که این نظر خصوصی خودش نظر دولت نیست، ولی در واقع اون نظر دولت مطرح کرده به عنوان معاون اول رئیس اجرایی یعنی نخست وزیر افغانستان که این صحبت رو کرده. این اختلافات شدیدی که در داخل دولت وجود داره یک بار دیگه این اختلافات بسیار شدید شده تا جایی که معاون اول آقای اشرف غنی دوستم از کابل خارج شده، در ترکیه به سر میبره و داره در علیه آقای اشرف غنی اقدامات زیادی میکنه، مورد حمایت ترکیه قرار گرفته. ترکیه در واقع در این ائتلاف جدیدی که در شمال افغانستان به وجود آمده، ببینیم در ائتلاف شمال افغانستان از یک طرف دوستم قرار داره رهبر ازبکای افغانستان، از طرف دیگه دوستم خودش معاون ریاست جمهوری است، از یک طرف آقای عطا استاد عطا استاندار مزار شریف قرار داره، یکی از قدرتمندترین چهره های سیاسی که تاجیک قرار داره، حامی آقای عبدالله عبدالله است و از یک طرف در واقع این شخص دشمن دولت مرکزی است و در کنار این ائتلاف آقای دوستم و استاد عطا محمد محقق قرار داره رهبر شیعیان افغانستان، از یک طرف معاون رئیس اجرایی در کابل، از یک طرف دشمن دولت مرکزی است. یک چنین ائتلافی وجود داره. پس بنابراین در واقع شکاف بین قبایل افغانستان بر سر قدرت، بر سر اینه که کی در کجا در واقع در به قدرت برسه و موقعی که کشورهای خارجی وارد افغانستان شدند و آمریکا و ناتو هیچ توجهی به این سیستم در واقع قبیله ای افغانستان، به این شرایط قبیله افغانستان نکردن، با تا به امروز واقعیت ها رو به مردم جهان هم نگفتن که در واقع ما با چه نظامی در داخل افغانستان روبرو هستیم. اینه که ما نمیتونیم مشکلات حل بکنیم، اینه که ما نمیتونیم طالبان رو به یک ائتلاف صلح دعوت بکنیم، برای که طالبان پشتون هایی هستن که در تاریخ افغانستان خواهان تسلط و حکومت پشتون ها بودن و این تصویر و این تصور در اونها بسیار قویه. طالبان قدرت مطلق میخوان، طالبان حاضر به مصالحه با دولت مرکزی افغانستان و تاجیکا نخواهند بود، اونا نمیخوان قدرت تقسیم بکنند. این واقعیتش که باید بهش اشاره بکنیم و صحبتایی که آقای کرزای در این اواخر میکنه، من این به این مطلب اشاره بکنم آقای بهوانی، من میدونین که امیدوارم وقت کافی داشته باشیم که این مطلب رو مطرح بکنم. من در سالهای جنگ افغانستان میدونین 70 بار به افغانستان و پاکستان سفر کردم. من یکی از کسانی بودم یا اولین خبرنگاری بودم که مصاحبه اختصاصی با کارمال رئیس جمهور آن زمان افغانستان در ماه فوریه 1980، یعنی 5 هفته بیش 6 هفته بیشتر نبود که او به ریاست جمهوری رسیده بود، من در کاخ ارگ و در کاخ گلخانه با اون مصاحبه کردم. هنوز دقیق به یاد دارم آقای بهبانی، در اون مصاحبه خودم با آقای کارمال، من مصاحبه زیادی با کارمال کردم ولی این مصاحبه همیشه در خاطره من خواهد ماند. من سوالی از کارمال کردم در حضور ژنرال‌های روسی
و در حضور تمام رهبران افغانستان که در این مصاحبه در سالن مصاحبه شرکت کرده بودند، برای که این مصاحبه با مجله اشپیگل آلمان بود، یعنی معتبرترین مجله جهانی بود که من این مصاحبه رو می‌کردم، و من سوالی از کارمال کردم که آقای کارمال، مجاهدین چنین مطرح می‌کنند که شما قرآن رو به آتش کشیدید، آیا این واقعیته؟ کارمال پرخاشکنان از جای خودش بلند شد، به من توهین کرد که شما چگونه اجازه به خودت میدی یک شخص یک روزنامه نگاری که چنین تهمتی و چنین توهینی رو نسبت به رئیس جمهور بزرگ افغانستان بکنی. البته من بهش گفتم من روزنامه نگارم، وظیفه من سوال کردنه، شما میتونید تایید بکنید یا تکذیب بکنید. و خوشبختانه کارمال بعد از چند لحظه آرامش به دست آورد، آرامش خودش رو به دست آورد و مصاحبه رو ادامه داد. ولی جالبه در همون مصاحبه که اطرافش جنرال های روسی استاده بودن و مشاورین روسی استاده بودن، او تجلیل کرد از آمدن سپاه اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان برای شکوفایی عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی در داخل افغانستان، تجلیل کرد. من همین شخصیت بزرگ افغانستان که خودش بزرگترین شخصیت افغانستان میدونست، در سالهای بعد که اون از ریاست جمهوری افتاده بود و از کابل متواری شده بود به شمال افغانستان و خواهان این بود که به روسیه وارد بشه و به مرزهای افغانستان و ازبکستان کنونی پناه برده بود، در سال 1994 تصمیم گرفتم با اینکه بسیار خطرناک بود، بدونی که به کسی در واقع در این باره صحبت بکنم، به شمال افغانستان برم، به مرز افغانستان و ازبکستان برم و آدرس کارمالو در خانه محقری که در اونجا پناهنده شده بود و پناه گرفته بود پیدا کردم و به سراغ کارمال رفتم در سال 1994. هیچ کس به سراغ کارمال نمی رفت، مثل تا اون زده ای بود که کسی جرأت نمی کرد به سراغش بره. و من یادمه که 3 ساعت تمام با این شخص یک بار دیگه مصاحبه کردم، صحبت کردم، برای مجله اشپیگل هم این بار باش مصاحبه کردم. و آخرین صحبت کارمال با من این بود، آقای بهبهانی، فراموش نمی کنم، کسی که روی تانکای شوروی آمده بود، آخرین صحبت کارمال و وصیت سیاسیش این بود که هیچ کشور خارجی، هیچ مداخلگر خارجی به نفع منافع ملی ما اقدام نخواهد کرد. و او به این نتیجه رسیده بود که شوروی به اون خیانت کرده، و اینو من به تمام شفافیت میگم. عده زیادی از افغانا به من میگن که شما دروغ میگید، واقعیت رو نمیگید، ولی این واقعیت مطلقه و تمام تصاویر این برخوردا وجود داره، ولی من صدای کارمال رو نتونستم ضبط بکنم. این واقعیتی کارمال گفت. ببینید، کسی که روی تانکای شوروی آمده، کسی که به مرض سرطان مبتلا شده، در آخر عمرش او رو راه به روسیه نمیدن، یعنی بهش ویزای ورود روسیه رو نمیادن، در خانه محقری در انزوای کامل در شمال افغانستان زندگی میکرد و من خوشبختانه موفق شدم که این مصاحبه رو باش بکنم. ولی جالب اینه که من همین شواهد رو درباره آقای کرزای دارم. من در سال 2002 زمانی که کرزای رئیس جمهور افغانستان شده بود، یعنی در واقع غرب و آمریکا و کشورهای ناتو از کرزای یک چهره زیبای جهانی ساخته بودند و در کنفرانس 2 بن شرکت کرده بود، من در اون کنفرانس به عنوان روزنامه‌نگار شرکت کرده بودم. و من یادمه که کرزای در سال 2002 داد سخن میداد از پیروزی و پیشرفت‌های افغانستان با حمایت آمریکا و ناتو، و چنین مطرح میکرد که ما به آزادی رسیدیم، به شکوفایی رسیدیم، به عدالت اجتماعی رسیدیم، صلح ها برقرار کردیم در افغانستان. اینا در سال 2002 میگفت. تنها روزنامه نگاری که ما بین 600 روزنامه نگار از جاش برخاست و به کرزای گفت که شما دارید کشورهای غربی و رهبران آمریکا که در کنار شما هم اکنون نشستن و رهبران فرانسه و انگلستان و آلمان هم در کنار شما نشستن، دارین اینا رو فریب میدین، شخص من بودم، بلند شدم که این چیزی رو مطرح کردم و بهش گفتم آقای کرزای، اگه اجازه بدید در همین جلسه کنفرانس مطبوعاتی به شما بگم که وزرایی که پشت سر شما هم اکنون ایستادن همه جنگ سالاران افغانستان هستند،
همه کماندوهای نظامی و مجاهدین سابق هستند، کسانی هستند که در مناطق مختلف افغانستان مزارع خشخاش دارند و من این مزارع خشخاش رو دیدم. اگه اجازه بدین من نام ببرم که کرزای صحبتهای من رو قطع کرد و چنین تهمت به من زد که آقای دانش شما دارید به جنبش مقدس جهاد ما دارید توهین میکنید. این تنها جوابی بود که کرزای به من داد و حقم داشت. من به مجاهدینی داشتم توهین میکردم از دید کرزای که از بدن این مجاهدین طالبان به وجود آمد، القاعده به وجود آمد و امروز داعش به وجود آمده. و همین شخصیت در 3 هفته پیش در یک مصاحبه، در 3 هفته پیش توجه بکنید، در سال 2017 بعد از 15 سال اون برخورد من با آقای کرزای در کنفرانس بن، در مصاحبه با بی بی سی چنین میگه که آمریکا به نفع ما وارد جنگ افغانستان نشده، مداخله خارجی به نفع منافع افغانستان نیست و حتی چنین تهمتی رو با آمریکا میزنه که باعث پدیده داعش و تقویت طالبان در داخل کشور شدن. و درست همون حرفی رو میزنه که من 2000 در واقع 2002 بهش گفتم و میگه که توجه بکنید به این جمله آقای کرزای، میگه من در اون زمان خام بودم، زمانی که مجاهد بودم. ما همون زمان مجاهدین باید با دولت کابل و آقای نجیب الله کنار می آمدیم و جلوی خونریزی رو می گرفتیم و مشکل خودمون رو بدون مداخله خارجی حل می کردیم. این آقای کرزای در مصاحبه 2017 خودش میگه آقای بهبهانی این تجربیاتیش که من در جنگ ها داشتم و به خاطر همینم مخالف هر گونه دخالت خارجی در داخل ایران هستم، برای که معتقدم دخالت خارجی باعث نابودی ایران خواهد شد، باعث نابودی تمامیت ارضی ایران خواهد شد، باعث نابودی مردم ایران خواهد شد. نه فرمایش شما درسته دیگه، یعنی تجربه همین نشان میده که دخالت خارجی هیچ وقت به نفع هیچ مملکتی نبوده است. اما اجازه بده که بریم به سر موضوع دیگر و در این فرصت باقی مانده برسیم به اوضاع احوال ایران و آمریکا و اینکه آقای مکرون هم معتقده که حتی اروپایی هیئتی رو به واشنگتن اعزام کردن در دفاع از برجام. آقای مکرون که حکم نماینده غرب رو در مورد ایران داره بازی میکنه معتقده که ایران در مورد برجام ما بهش پایبند هستیم، ولی ایران در مورد موشکی و ایجاد تزلزل در منطقه همچنان فعال است. شرایط رو چجوری می‌بینی؟ یکی سرداری هم معاون سپاه پاسداران هم گفته بوده که اگه اروپایی ها سر به سر ما بذارن ما برد موشک ها رو زیاد میکنیم، سرش هم کج میکنیم رو به اروپا. چیه اوضاع احوال؟ چی میفهمیم از این حرفا؟ بفهمید تا بشنوید. خب درباره ایران مطالب به قدری زیاده که مشکل در مدت 10-15 دقیقه همه مطرح کرد، ولی من سعی میکنم چند مطلب مهمی رو امروز مطرح کرده باشم. آقای بهبهانی ببینید، من اطلاع دقیق دارم که 2 هفته پیش در تل اویو در اسرائیل نشستی بوده با حضور مقامات ارشد آمریکا از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و قرار بوده در این مورد با آقای نتانیاهو صحبت بشه که باید از سیاست چماق و هویج آمریکا اسرائیل حمایت بکنه، ولی آقای نتانیاهو نپذیرفته و اون از سیاست چماق آمریکا حمایت کرده و خواهان اینه که در واقع با چماق با ایران باید روبرو شد. این صحبتیش که در این جلسه شده. ولی جالب چیزی دیگری است آقای بهبهانی. در این جلسه که آقای نتانیاهو بوده و عده زیادی از مقامات ارشد آمریکا بودن، ترکی الفیصل رئیس استخبارات سابق عربستان سعودی شرکت داشته. وظیفه ترکی الفیصل این بوده که در این جلسه مواضع محمد ابن سلمان رو مطرح بکنه و تشریح بکنه. اینی که ترکی الفیصل به طور مرتب
سفر میکنه به تل اویو، امروز فاش شده. دیگه مطلبی نیست که بگیم محرمانه است و واقعیت نداره. ترکیه الفیصل بین ریاض و تل اویو در حرکته. ولی جالبه که در این نشست ترکیه الفیصل هم بوده که مواضع محمد ابن سلمان رو مطرح بکنه در مورد ایران. خب ما میدونیم محمد ابن سلمان خواهان چماقه. خواهان چماق یعنی همون سیاستی که اسرائیل مطرح میکنه، و ما میدونیم که در زمان ملک عبدالله خواهان زدن سر مار در ایران بودن. من به یک مطلبی اشاره بکنم، مطلبی که آقای جان کری روز سه‌شنبه همین دو روز پیش 28 نوامبر گفته. آقای جان کری وزیر امور خارجه سابق آقای اوباما برای چندین بار چنین اشاره میکنه که رهبران کشورهای خاورمیانه و عربستان سعودی و اسرائیل خواهان این بودند که آقای اوباما ایران رو بمباران بکنه، و چنین مطرح میکردن که تنها زبانی که ایران درک میکنه زبان بمبارانه. این آقای کری دو روز پیش مطرح کرده، و اون یه بار دیگه ادامه میده در صحبتاش، میگه همین کشورها، منظورش عربستان سعودی، اسرائیل، مصر، مصر خیلی مهمه، مصر هم در این جریان بوده، و میگه همین کشورها در حالی که به صورت عمومی از آمریکا به دلیل بمباران احتمالی ایران انتقاد میکردند، به طور پنهانی طرفدار این بمباران بودند. آقای کری تاکید میکنه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل واقعا برای حرکت به سمت اقدام تحریک میکرد. اینا آقای کری دو روز پیش گفته. خب ما میدونیم در ماه اکتبر هم آقای کری در سخنرانی های زیادی در بوستون، به ویژه در بوستون آمریکا، اعلام کرد که در سالهای گذشته نه تنها حسنی مبارک در سال 2011، بلکه ملک سلمان در سال 2010 و قبل از 2010 و حتی بنیامین نتانیاهو در سال 2013 چنین پیامایی رو به آقای اوباما میدادن که به ایران باید حمله بشه. من این مطلب رو به خاطر این میگم که ما بتونیم ببینیم در واقع چه پیچیدگی‌های منطقه داره و چه خطراتی در واقع در منطقه امروز وجود داره. و شما به درستی به این مطلبم اشاره کردید و من میخوام به این مطلب اشاره بکنم که آقای مکرون طبیعتاً خودش رو طرفدار توافق اتمی میدونه و از این صحبت میکنه که اروپا از توافق اتمی حمایت میکنه. آقای مکرون یه استثناء قائل میشه و به عنوان سخنگوی اروپا امروز چنین صحبتایی رو میکنه، میگه در رابطه با پروژه موشک ایران باید یک بار دیگه مذاکره با ایران بشه. یکی این صحبتی رو میکنه. خب طبیعتاً باید به این مطلب اشاره بکنیم، آن چیزی که آقای مکرون مطرح میکنه رهبران نظامی و رهبران جمهوری اسلامی اینا نمیپذیرن، نخواهند پذیرفت. یعنی تنها ابزاری رو که این رهبران برای خودشون، برای حفظ خودشون به وجود آوردن، همون پروژه موشکی ایرانه، و اینو چندین بار آقای ظریف در سخنان خودش مطرح کرده. میگه ما پروژه موشکی رو برای دفاع از خودمون به وجود آوردیم و از این دفاع کرده، و امروز ما در شرایطی قرار داریم که دوباره صحبت از این میشه که باید در واقع با ایران مذاکره کرد و درباره این مطلب مذاکره کرد. ولی مطلب دیگری، خیلی مهم دیگری هم وجود داره که باید بهش اشاره بکنیم. همین چند روز پیش در روز 27 نوامبر نشریه هیل آمریکایی چنین مطرح میکنه که برای دولت مردان آمریکا و کاخ سفید دیگه توافق اتمی و مخالفت با توافق اتمی اولویت نداره، بلکه نجات مردم ایران از ستم جمهوری اسلامی مطرح است. اینا نشریه هیل مطرح میکنه و در سرمقاله این نشریه چنین آمده، من اینو میخونم، اون چیزی که نشریه هیل آمریکا مینویسه، در سرمقالش آمده: صدای مردم ایران برای سالهای متمادی در بحث‌های رهبران غربی در مورد رژیم حاکم مذهبی بر ایران شنیده نشده. ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا تمرکز خودش رو برای نزدیکی با مردم ایران نشون میده و به درستی به عنوان نخستین قربانیان رفتار و سیاست رژیم حاکم بر این کشور گذاشته، یعنی در حمایت از مردم ایران. و این روزنامه ادامه میده: بدین سبب واشنگتن دیگه برنامه هسته ایران را
در اولویت سیاسی خودش نمیدونه و تمرکز خودش رو بر روی آسیب پذیری های داخلی رژیم قرار داده. آمریکا به درستی اکنون رژیم را در آنجا که باید با آن مقابله بکنه، در اونجا میخواد باش مقابله بکنه، یعنی در واقع سقوط رژیم جمهوری اسلامی، یعنی آمریکا خواهان سقوط رژیم جمهوری اسلامی است. خب ما کسانی که آزادی خواهی ایران هستیم، ما هم خواهان سقوط نظام جمهوری اسلامی هستیم، ولی بدون دخالت نظامی کشورهای خارجی. آقای بهبهانی، من امیدوارم این فرصت داشته باشم یه مطلب دیگه اشاره بکنم. ما امروز میدونیم که افرادی مانند جوزف لیبرمان در چند روز پیش در 27 نوامبر چنین مطرح کرده که باید دولت آمریکا و کاخ سفید از شورای ملی مقاومت ایران، یعنی خانوم مریم رجوی، دعوت بکنه و درباره آینده ایران کاخ سفید با خانوم رجوی مذاکره بکنه. همین صحبت آقای نیوت گینگریچ در چندین هفته پیش کرد و به آقای ترامپ چنین هشدار داد که بدون خانوم رجوی و سازمان مجاهدین خلق امکان سقوط جمهوری اسلامی نیست و اونها ابزار سقوط جمهوری اسلامی هستند. این آقای گینگریچ میگه. و موقعی که آقای لیبرمان چنین مطرح میکنه و با کمک شخصیت عربستان سعودی آقای ترکی الفیصل، که من چندین بار مطرح کردم، من ترکی الفیصل رو شخصا میشناسم، من به یاد دارم ترکی الفیصل موقعی که در شمال افغانستان دو بار به سراغ دوستم آمد، حاکم آن زمان شمال افغانستان، و خواهان این بود که جنرال دوستم تصرف نیروهای طالبان را در شمال افغانستان بپذیره، با کیف‌های پر از پول دلار آمد به سراغ دوستم. و من در اون نشستی که اون پیشنهاد کرد به دوستم که شما به عنوان وزیر دفاع طالبان میتونید در کابل این مقام داشته باشید، بپذیرید که طالبان شمال افغانستان را تصرف کنند و دو چمدون پر پول 100 دلاری عربستان سعودی را تقدیم دوستم کرد. البته ترکی الفیصل نمیدونست که شخصی که در کنار دوستم نشسته و بیش از 45 سال دوستم رو میشناسه، زمانی که دوستم یک سرباز عادی بود در افغانستان، من موقعی که به عنوان خبرنگار میرفتم دوستم رو میشناختم، تا زمانی که ژنرال 4 ستاره یعنی ارتش پرچودون رو میشناختم و همیشه یک رابطه با دوستم داشتم، برای که در تمام جنگ‌های افغانستان در زمان جهاد و نیروهای شوروی و نیروهای دولت مرکزی، من با نیروهای دوستم در جنگ ها می رفتم و گزارش تهیه می کردم. و به خاطر همون در اون جلسه ای که ترکی الفیصل شرکت کرد و دو تا چمدون 100 دلاری یعنی میلیون ها پول به دوستم داد که دوستم رو مجاب بکنه که وزیر دفاع طالبان بشه و اجازه بده که طالبان شمال افغانستان رو تصرف کنن، در اون جلسه بودم، ولی ترکی الفیصل و نمایندگان ترکی الفیصل فکر میکردن من یکی از افراد نماینده دوستم یا هیئت نمایندگی دوستم هستم. اگه اون میدونست که من یه روزنامه‌نگار آلمانی هستم، برای مطبوعات آلمان و اشپیگل آلمان و تلویزیون آلمان گزارش تهیه میکنم، امکان نداشت چنین عملی را انجام بده. و من شاهد بودم و موقعی که امروز چنین شخصیتی در کنار مجاهدین افغانستان و مجاهدین ایران قرار میگیره، شخصیتی که از سال 1977 تا 2001 به مدت 24 سال رئیس استخبارات عربستان سعودی بوده، شخصیتی که نقش اساسی در جنگ سرد بر علیه شوروی در افغانستان و بر علیه نیروهای دولت مرکزی نجیب الله و دولت مرکزی داشته، این شخصیت کسی بود که موقعی که حمید گل رئیس استخبارات پاکستان، آیسای پاکستان، از آقای ترکی الفیصل خواست که شما در جنگ افغانستان یک شاهزاده عربستان رو معرفی بکنید که به عنوان چهره رسمی خاندان سلطنتی در جنگ برده شوروی و افغانستان شرکت بکنه، آقای ترکی الفیصل به حمید گل گفت ما نمیتونیم یک شاهزاده عربستان رو معرفی بکنیم، برای که ما نمیتونیم اعلام بکنیم که رسما در جنگ افغانستان خاندان سلطنت عربستان شرکت داره. بنابراین کسی را که انتخاب کرد اسامه بن لادن بود، از دوستان نزدیک خود ترکی الفیصل اسامه بن لادن بود
و اسامه بن لادن درسته که شاهزاده عربستان نبود، ولی یکی از پرنفوذترین افرادی بود که پدرش در واقع مقاطعه کار بود، کعبه را اون ساخته بود، ده‌ها میلیارد دلار ثروت دست آورده بودند و اسامه بن لادن را در کنار آی پاکستان قرار داد برای جنگ افغانستان. اینها رو باید ما بدونیم موقعی که درباره نقش ترکی الفیصل در کنار مجاهدین ایران امروز و در حمایت از مجاهدین ایران میبینیم و چنین مطرح میکنه ترکی الفیصل در نشست سال گذشتهش در کنار مریم رجوی که تنها نیروی اپوزیسیون شما هستید و شمایید که باید نظام جمهوری اسلامی رو ساقط بکنید. باید بدونیم امروز در ایران چه نیروهایی میخوان نقش بازی بکنند، نقش ایران در نقش اینها در تمامیت ارضی ایران چه خواهد بود. اینها خواهان تمامیت ارضی ایران نیستند، اینها خواهان هرج و مرج و جنگ داخلی در ایران هستند. به این همیشه اون هشداری است که به من مردم ایران میدم، برای که 45 سال تجربه خبرنگاری و روزنامه نگاری دارم و دیدم پشت برده چه میگذره و افرادی مانند ترکی الفیصل رو لااقل شخصا ملاقات کردم و میشناسم چه اهدافی رو اونها در ایران دنبال میکنن. بله دیگه، این اتفاقا موضوع خوبی بود، من میخواستم راجبش بیشتر حرف بزنیم، خوش شد که شما این مسئله رو مطرح کردی. اما باز برگردم به عنوان پرسش آخر خودم، یه موضوعات انحرافی دائما مطرح میشه و متاسفانه میبینی که اینا، شما به عنوان یه خبرنگار خبره، کسی که سالهای ساله داری قلم میزنی، با نشریات معتبر کار میکنی، یه سوال برام مطرحه و اون این که مثلا الان نگاه میکنی یه خبر قلابی درست کردن، من خامنه‌ای مرده، نمیدونم یکی هست میرزا طاهر جاش بازی میکنه، نقش بازی میکنه، و یه نگاه کردم 90 هزار نفر این ویدیو رو نگاه کردن. چیه ماجرا؟ چرا اتفاقی داره میفته؟ این چطوریه؟ چرا جامعه به این سمت داره حرکت میکنه؟ خب ببینین، موقعی که من قبلا از رهبری سیاسی صحبت کردم، موقعی که توده ها حاضرن به حرکت در بیان و متاسفانه شرایط ذهنی و رهبری توده ها وجود نداره، شایع پراکندگان و کسانی که در واقع سیاست مشخصی رو دنبال میکنن و میخوان انحراف به یک جنبش مردمی بدن، هزار و یک شایعه به وجود و اینم یکی از اون شایعاتی است که در ایران داره مطرح میشه. خب میگه میتونه آقای بهبهانی، میگه میتونه در ایران بیت رهبری که تبدیل به یک سلطنت عظیم شده، ببینید یه زمانی بود که آقای خمینی وارد تهران شد، وارد ایران شد، ابتدا به قم رفت و تمام مجموعه بیتی که در قم داشت، من رفته بودم در قم با خامنه‌ای، من مصاحبه کرد با خمینی مصاحبه کرده بودم و در اونجا 20 نفر دورش نبودن، یعنی اصلا یک سلطنت با هزارها نفر نیرویی که در کنار امروز آقای خامنه‌ای وجود داره، در کنار خمینی وجود نداره. امروز بیت رهبری دولت اصلی جمهوری اسلامی است، بیت رهبری سلطنت در داخل سلطنت جمهوری اسلامی است، بیت رهبری مرکز حکومت ایرانه و تمام دستگاه‌های امنیتی، ارتشی، قضایی و سیاسی وابسته به بیت رهبری هستند و بیت رهبری بیش از 4 تا 10 هزار نفر کارمند داره. یعنی موقعی که رهبر این بیت، یعنی رهبر یا سلطان این بیت فوت بکنه، چطور امکان داره چنین چیزی فاش نشه؟ چطور امکان داره این جامعه در واقع به فروپاشی نرسه و ما بیایم امروز چنین مطرح بکنیم، ادعای چنین مطرح بکنیم که شخصی به نام فلانی در واقع داره نقش آقای رهبر رو بازی میکنه؟ اینا در واقع به نظر من آقای بهبهانی همون شایعاتی است، جنگ روانی است که در شرایطی که شرایط ذهنی و رهبری جنبش بسیار بسیار متاسفانه ضعیفه. و من همیشه اشاره میکنم کسانی که امروز خواهان دخالت نظامی غرب، خواهان دخالت آقای ترامپ هستند، متاسفانه این نشون دهنده ضعف خودشونه، ضعف رهبریش که این جنبش عظیمی که در ایران میتونه به وجود بیاد
جنبشی که از لحاظ پتانسیال وجود داره، جنبشی که ما نطفه هاش داریم میبینیم و هر روز حرکت میکنه، ولی رهبری که وجود نداره، ضعف رهبری باعث این شده که به دامن غرب بریم، به دامن آمریکا بریم و از آقای ترامپ بخوایم اقدام بکنه. و این بخشی از اون در واقع جنگی است که امروز داره در ایران انجام میشه و چنین مطرح میشه که آقای خامنه‌ای فوت کرده، بنابراین یه شخص دیگری داره این جامعه رو اداره میکنه و چنین مطرح میشه که خارج میتونه نقش اساسی رو بازی بکنه، باید وارد بشه. و من قبلا از نیروهای مختلف و نیروهایی که میتونن در واقع ایران رو به طرف جنگ داخلی ببرن، هم نیروهای داخلی هم خارجی صحبت کردم، کوتاه صحبت کردم و این واقعیتش که باید بهش اشاره بکنم، تمام این جنگ روانی که وجود داره میتونه خطر بزرگی برای مردم ایران و تمامیت ارضی ایران باشه. این چیزی که امروز مطرح میشه که خامنه‌ای فوت کرده و کسی صداش در نمیاره، برای من عجیب ترین چیزیه که تا به حال مطرح شده. و این در واقع طرحهایی است که بر علیه مردم ایران و منافع مردم ایران میتونه باشه. نخیر، آقای خامنه‌ای زنده است و مردم ایران خواهان اونن که در واقع این نظام را ساقط بکنن و مردم ایران قادرن چنین کاری رو انجام بدن. همکنون این امکان وجود داره، من در ابتدای صحبتم گفتم شرایط عینی وجود داره و شما صحبتایی که افراد دیگر هم میکنن در ایران در همین جهته که شرایط عینی انقلاب در ایران وجود داره. بریم به دنبال شرایط ذهنی، یعنی رهبری که وابسته نباشه، رهبری ملی باشه، رهبری مستقلی باشه و دستور از خارج نگیره. این رهبری باید این جنبش رو رهبری بکنه و جنبش مردمی ایران رو به پیروزی برسونه. همه هدف در حقیقت باید این باشه، ولی این نشان از این دارد که این نظام، همونطور که اول برنامه شما بهش اشاره کردی، وقتی کشتی به سمت زیر آب رفتن میکنه، موشام از توش فرار میکنه، این نشون میده این جو فرار به جلوه به نظر من و خاک هوا کردن، خاک به چش مردم پاشیدن و این هیچ نیست الا دستگاه امنیت نظام که میدونه از طریق این نوع خرافه ها، از طریق، در حالی که مرتب داریم میگیم که آقا باید خرافه زدایی کرد، باید این خرافه ها جنگید، ولی نشون میده که عملا همش در دام خرافه ایم. جا داره که از پرویز صیاد یادی بکنیم که در یکی از همین استنداپ شوهاش داشت همینجوری میگفت که باید خلاف نمیدونم خرافه باشیم و فعال این مزخرفات چیه و این حرفات چیه، و بعد چرخید و گفت اون حافظ رو بیار یه فعالی بزنیم ببینیم برنامه رو از کجا. این سال 90، اون نگاه یه هنرمند به قضیه در سال 90 که همین امروز تو داره تعریف میکنه برای، در حالی که روی پوست رو این عمق ندارد، این سطح، این پوست روییه که میگه بعد به خرافه مقابله کنیم، ولی میبینی چگونه آغشته است، چگونه تمام وجودش آغشته به خرافه است و دنبال این خرافه ها حرکت میکنه. آقا بسیار ممنون و سپاسگزارم. در همین جلسه اول نمیخوام بیش از این خستت بکنم، اگر موضوع ویژه‌ای هست بفرمایید، وگرنه از حضورت مرخص میشم و نهایت سپاس رو از شما دارم. متشکرم آقا. من فقط میتونم از شما تشکر بکنم به خاطر این برنامه های بسیار آگاه دهندهی که اجرا میکنین و امیدوارم که در برنامه بعدی بتونیم با هم همکاری بسیار وسیعی داشته باشیم. حتما، افتخار من خواهد بود. متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم. ممنون و سپاسگزارم. متشکرم از شما. بدرود. ممنونم. به حال شنیدیم دوستان فرمایشات جناب آقای دکتر مصطفی دانش رو، مردی که میداند و اشراف دارد به موضوع. این خیلی مهمه که به موضوعها آگاه باشیم. تجربه مهمترین بخش داستان است. او انسانی است که با پوست و گوشت و استخونش لمس کرده خودش، خانوادهش، برادر نازنینش که به دست این اهریمنان به جوخه اعدام رفت،
ولی این مرد از پا ننشست و دل در گروه میهن دارد، براش آرزوی بهتری میکنه. برای شما عزیزانم همینطور، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. نهایت سپاس دارم از همه همراهی شما، از اینکه مهر میکنید و سایت میهن تیوی رو به دوستانت معرفی میکنید. از شما سپاس گذارم. ماه به پایان رسید، اجازه بدید که این رسانه باقی بماند. با اندک کمک مالی شما ما میتونیم این راه پرپیچ و خم رو تا رسیدن به مقصود که همان آزادی و آبادی میهن باشد به همراه هم دست در دست هم نهیم به مهر و این کار پرشکوه رو انجام بدیم. سپاسگزارم. ممنونم از شما.